داخل نیروی پلیس یه باند مافیایی بود. وقتی سعی کردم ریشه اونا رو خوش کنم، با من دشمن شدن. وقتی دیدم نمیدونم کی دوستم و کی دشمنم، مجبور شدم بذارم برم. جون هممون در خطر بود. آره، نگاه نگاه نگاه، چه بابای قهرمانی داری ها. نگاه، من به خاطر محافظت از شما رفتم. بابا تو داری چی میگی؟ بیا درست حسابی بغلت کنم. جسد بیجانش پیدا شد. جانتی کنار جسد شیشه پیدا نشده، تو چی کار داری میکنی؟ کاریو که تو نتونستی، همه چیو تحت کنترل خودم میبرم جلو. من اونو بهت دادم که فراو بندازی زندان، نه اینکه به قدرت خودت اضافه کنی. اللهم صابرین. تو در مورد صبور بودن من هیچی نمیدونی. پسرمو با من دشمن کردن. اصلا میدونی دور بودن آدم از بچهش چه حسی داره؟ اگه میشه ندونم. یه سال تو حسرت دخترم هم. یه سال نظر چیه یه 20 سالم بهش اضافه بشه؟ سب کن بینه، تو منو با دخترم تهدید میکنی؟ میگم چیزی نمونده به سیم آخر بزنم اورهان کشنر. اگه از پس این بر نیای، هم خودمو هم تو رو با آتیش میکشم. پس کاری که لازمه رو بکن. گفته باشم. تانجای انبار رو پر کن، یه نفر دیگه هم هست که باید بریم به ملاقاتش. خوردی شیشه ها و عکس، ظاهرن حق با طاهر، انگار قضیه زهر چشم گرفتن. این مرد سعی داره چی کار کنه؟ به نظرت ممکنه در مورد تو و گنول چیزی ندونه؟ به احتمال زیاد همینطوره، یا شاید هم بهنام فقط در مورد تو و خوردی شیشه ها حرف زده. اگه فیلمو میدید به قیمت بیچاره کردن دختر خودش هم شده، جسدو برملا نمیکرد. خدا نمیدونم باده، دیگه تو وضعیتم که نمیدونم کی ممکنه چی کار کنه. خب به گنول نگیم پدرش پشت تمام این ماجراهاست. تا وقتی طاهر با اورهان حرف بزنه و بفهمه اون مرد دنبال چیه، مجبوریم صبر کنیم. ما صبر میکنیم، ولی فکر نکنم مهمت صبر کنه. اگه با گنول حرف بزنه همه چیزی رو میشه. ریشه تو خشک میکنم، ریشه همتونو. اول کار بهنامو تموم میکنم، بعدم کار تو رو. مبادا بهنام نمیشه، با اون کار دارم. مبادا. ببین آدمایی که به خونم تشنه رو یه جا جمع میکنی ها؟ بذار بهت بگم، این نظام درجه میره هوا. اونو بسپارش به من، فقط کاری که میگم و بکن. باشه، فورا انجام میدم. بگو، یالا پرواز کنان انجامش میدم. ببین امروز یه آدم جدید به تیم ما اضافه میشه، با کمک اون یه نفر رو به حرف میارم، بعدش کار اون موقع رو میفهمی و میره خودته که باور کنی یا باور نکنی. دخترم فرهو دوست دارم، نمیخوام تو زندان بپوسه. نمیخوای نه؟ تو به مغز کسی که پسر خودت میدونستی شلی کردی، قصه فرهو داری میخوری؟ داداشم تو رو میپرستید. یه روزم دوستش نداشتی، حتی یه روز دوستش نداشتی. دوستش داشتم، خیلی دوستش داشتم. پس به جای شلیک کردن بهش، دستاتو دراز میکردی، میذاشی به دستمن بزنه. مجبور بودم. من چوپانه برها بودم. اما یه روز فهمیدم چوپانه هم صاحب دارن. منم خواستم از دختر و زنم محافظت کنم. اینجوری از دخترت محافظت میکنی؟ گیر افتادن دختر خودت هم به جون میخری؟
پس معلومه شریکت جزئیات کامل برای تعریف نکرده. بعد نگفته تو مرگ علی غالب گنولم سهم داشته؟ گنولم اونجا بوده، همه چی با هم انجام شده، فیلمش هم دست به نامه. میتونی تخمه بگیری بری ببینی. اون فیلم دست کسی نخواهد افتاد. تو به اثر انگشت فرح که روی اون تیکه شیشه است فکر کن. ببین کسی که نابود میشه فقط فرحه. البته اگه دلت راضی به این کار بشه. فهمیدی؟ حالا بگو ببینم. هله؟ انجام میدیم؟ این توافق از این صحبت ها فرح هستن با خبر نمیشه. باشه؟ معلومه. اگه تو چیزی نگی که من هیچی نخواهم گفت. زود باش ببینم. خبرهای خوب بده. اول تو. خبر بعدی هم من در نمیام. خب همونی که حدس میزدیم. موضوع خطرناکی در کار نیست. میخواست زهر چشم بگیره، مرده که ترسو. یعنی چیزی از تو نخواست؟ هیچی. تو چی کار کردی؟ چطور گذشت؟ بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم. بیمارستان خیلی خوبیه، کارکناشم کار بلدن. یعنی چی؟ قبول کردی؟ سر کار میری؟ آره، سر کار میرم. خب پس کار جدیدت مبارک باشه خانم دکتر. کیکو بیار، کیکو بیار. هورا، مامانم دکتر شده. ایشالا مبارک باشه. موفق باشی دخترم. ایشالا مامان جون. خب بیاییم بریم بچه ها، بیاییم کریم برو. اینم بذارم اینجا. مامان جون پالتو تو بگیرم، عرق نکنی. نه بیرون خیلی سرد بود، یکم سردم شد، بهتر همینطوری بمونه. قبل از بریدن کیکمون کار نیمه تماممون رو تمام میکنیم. خوب میشه شما بندازیم؟ به یه شد. اگه به من بگی مادر. ببینی سعی میکنم، یعنی نمیدونم چجوری بگم، اصلا چجوری میشه. سعیمو میکنم. در غیابتون خیلی گفتم ها، خیلی گفتم. وقتی شما نبودیم گفتم، ولی وقتی روبرو میدونین اصلا چجوری میشه. شما هستین یه خجالت عجیبی دارم مادر جان. گفتی مادر دیگه، گفتی مادر. آره گفتم. بیبی وقتی میخوای میشه. بفرمید. عشقتون، وصلتتون همیشگی باشه فرزندم. عمرتونم مثل دلتون قشنگ باشه. آمین. بدون غم و قصه، شک و تردید، دلخوری و ناراحتی، ایشالله همیشه شاد باشی. آمین. آمین. برای زندگی معمولیمون. برای زندگی معمولیمون. زود باشین یه عکس بگیریم. لبخند بزنی.